سلام دوستان گرامی، روزتون بخیر. در کنار هم هستیم با درس 21 از سطح سی آیس آیس. اولین کلمه که امروز یاد میگیریم صفت لیبنسوات هست. لیبنسوات به معنی دوست داشتنی و دلنشینه. لیبنسوات اونزا نخبر ایست این لیبنسوات منش. اونزا نخبر ایست این لیبنسوات منش. همسایه ما یک انسان دوست داشتنیه، یک انسان دلنشینه. اونزا نخبر ایست این لیبنسوات منش. همسایه ما یه انسان دوست داشتنیه. لیبنسوات، دوست داشتنی و دلنشین. صفت نخالتیش دوستان معنی پایدار و مستمر میده. نخالتیش، پایدار. نخالتی که لوزونگن زین ویشتیگا از کوزفریستیگا گوین. راه حل های پایدار مهمتر از سود کوتاه مدت هستند. نخالتی که لوزونگن ایست ویشتیگا از کوزفریستیگا گوین. راه حل های پایدار مهمتر از سود کوتاه مدت هستند. نخالتیش. عبارت آف مگزام کایت شنکن به معنی توجه کردن و دقت کردن هست. آف مگزام کایت شنکن، توجه کردن، دقت کردن. مثلا به کسی یا چیزی توجه کردن. یماندم اودا اتواس آف مگزام کایت شنکن. یک مثال بزنیم. من موزدن اوشبخونگ فشیدنا اپیدمین آف میزام کاید شنکن. باید به منشأ بیماری های همگیر مختلف توجه بشه. من موزدن اوشبخونگ فشیدنا اپیدمین آف میزام کاید شنکن. باید به منشأ بیماری های همگیر مختلف توجه بشه. عبارت آف میزام کاید شنکن، توجه کردن، دقت کردن. دی آلبنهایت به معنی مسخرگی یا مسخره بازی و حماقت. دی آلبنهایت، مسخره بازی. هو آف میت دیزا آلبنهایت، دست از این مسخره بازی بردار. هو آف میت دیزا آلبنهایت، دست از این مسخره بازی بردار. دی آلبنهایت به معنی مسخرگی یا مسخره بازی. دی ناغونگز آفنامه یعنی تغذیه. دی ناغونگز آفنامه به معنی تغذیه هست. فلوسیش کایتن اوند ناغونگز آفنامه زولتن ایما این ماسن زین. نوشیدنی ها و تغذیه باید همیشه به اندازه باشند. دی ناغونگز آفنامه، تغذیه. فلوسیش کایتن اوند ناغونگز آفنامه زولتن ایما این ماسن زین. نوشیدنی ها و غذاها و همون تغذیه باید همیشه به اندازه باشند. دوستان دی غسل لوزیشکایت یعنی سردرگمی بلا تکلیفی. دی غسل لوزیشکایت، سردرگمی و بلا تکلیفی. نخ انفنگلیشا غد لوزیشکایت فندن وی اینه لوزونگ فور داس پروبلم. بعد از سردرگمی اولیه به یک راه حل برای این مشکل رسیدیم. نخ انفنگلیشا غد لوزیشکایت فندن وی اینه لوزونگ فور داس پروبلم. بعد از سردرگمی اولیه به یک راه حل برای این مشکل رسیدیم. دیه غصد لوزیشکایت، سردرگمی و بلا تکلیفی. فعل به اینترشتیگن یعنی آسیب زدن، خراب کردن. به اینترشتیگن، آسیب زدن، خراب کردن. شترس به اینترشتیگت اونزا وول بفیندن. استرس حال خوش ما رو خراب میکنه. استرس بینترشتیگت اونزا وول بفیندن. استرس حال خوب ما رو، حال خوش ما رو خراب میکنه. بینترشتیگن یعنی آسیب زدن، تاثیر منفی گذاشتن و یا خراب کردن. رفلکتیگن هم یک فعلی هستش که معنی فکر کردن و تأمل کردن رو میده. رفلکتیگن، فکر کردن، تأمل کردن. مثلا درباره چیزی فکر کردن. über etwas reflektieren. Wir müssen genau über dieses Thema reflektieren. ما باید به طور دقیق درباره این موضوع فکر کنیم، تأمل کنیم. Wir müssen genau über dieses Thema reflektieren. ما باید به طور دقیق درباره این موضوع فکر کنیم.
زیش وید از ایتسن فعل بیقایدهی هستش که معنی سرپیچی کردن و مخالفت کردن رو میده. زیش وید از ایتسن. سرپیچی کردن، مخالفت کردن. مثلا از کسی شما سرپیچی کنید. زیش یماندم وید از ایتسن. یک مثال بزنیم. ده زولدت وید از ایتسته زیش دم بیفیل دست فوق از ایتسته. سرباز از دستور ناظر سرپیچی کرد. ده زولدت وید از ایتسته زیش دم بیفیل دست فوق از ایتسته. سرباز از دستور ناظر سرپیچی کرد. زیش وید از ایتسن به معنی مخالفت کردن یا سرپیچی کردن. یک عبارتی داریم که معنی توجه کردن و دقت داشتن رو میده. سو کنت نیست نیمن. سو کنت نیست نیمن یعنی توجه کردن و دقت داشتن. من زولت سو کنت نیست نیمن. دس زالشست فاگن غالیزیتیش ایست. باید توجه داشت که اینطور رفتارا واقع گرایانه هست. دی زیگل شترشن. دی زیگل شترشن یعنی تسلیم شدن و کنار کشیدن. دی زیگل شترشن. تسلیم شدن، کنار کشیدن. شلیسلیش حتی امیت غال مدید سولتست im Achtelfinale die Siege streichen müssen. اون باید در نهایت از رئال مادرید در یک هشتم نهایی کنار میکشید. در واقع تسلیم میشد. Schließlich hatte mit Real Madrid zuletzt im Achtelfinale die Siege streichen müssen. اون باید در نهایت از رئال مادرید در یک هشتم نهایی کنار میکشید. Die Siege streichen. تسلیم شدن و کنار کشیدن. فعل بازتابی و رفلکسیو زیش فشخایبن یعنی وقف کردن و اختصاص دادن. زیش فشخایبن وقف کردن، اختصاص دادن. مثلا خود رو وقف چیزی کردن. زیش اتفاس فشخایبن حالت داتیف هم داره، خود رو وقف چیزی کردن. به این مثال نگاه کنید. احد زیش در کونز فشخایبن. اون خودش رو وقف هنر کرد. احد زیش در کونز فشخیبن. اون خودش رو وقف هنر کرد، زندگیش رو اختصاص داد به هنر. پس فعل زیش فشخیبن یعنی وقف کردن و اختصاص دادن. بله عزیزان همراه، این هم از درس 21 از سطح C1-1. امیدوار هستم که با مثال هایی که براتون زدم به خوبی این درس رو هم یاد گرفته باشید. تا قسمت بعد، خدا یار و نگهدار شما عزیزان.